بود یکی نبود. توی یک مزرعه سبز یه عالم حشره جور و جور کنار هم زندگی می کردن. بالای مزرعه سبز آسمون آبی تر از همیشه بود و خورشید وسط آسمون می درخشید. حشره ها هر کدوم در گوشه از مزرعه مشغول کارهای روزمره شون بودن تا خودشون رو برای یک تابستون دیگه آماده کنن. خب اینا رو کجا بذارم؟ فکر کنم که دیگه غذا به اندازه فامیل خودم داشته باشم. من دیگه مسئول بقیه شون که نیستم. اگرم تعدادشون زیاد شد میتونن از این ذرت ها بخورن. چیزای دیگه هم که هست. چطوری بلخ؟ خسته نباشی. خیلی وقت بود ندیده بودم اینطوری کار کنی. تو یه زارپا؟ آره دیگه. آخه میدونی یه عالمه مهمون داره برامون بیاد. برا بود؟ یعنی برا همه بود؟ یعنی برا مزرعه بود. نمیم فهمم. یک کم بیشتر توضیح بده تا حالی بشه. چند روز پیش دختر خالم برا پیغام فرستاد که تو دشت ارغوان چند وقته که بارون کم اومد و غذاشون کم شده. دلم خیلی براشون سوخت. با خودم گفتم دعوتشون کنم بیان اینجا کمی ازشون پذیرایی کنم. چه مهربون. چند نفر هستن حالا؟ اونا که 15-20 نفر بیشتر نیستن، ولی بعدش دایمینا هم خبردار شدن. اونا هم یک کم پرجمعیت هن. البته نه خیلی زیاد، 30 نفر هن. بلخ، تو این همه مهمون رو کجا میخوای جا بدی؟ حالا الان که نگران اینا نیستم. یه جوری صمیمی جا میشیم دیگه. میدونی چی فکرم رو مشغول کرده؟ تمام بلخهای دشت ارغوان از ماجرای مهمونای من خبردار شدن. آخه دایی من خیلی اونجا سرشناسه. حالا اونا هم گفتن ما هم میام. آخه میدونی بلخها دوست دارن دست جمعی سفر کنن. چی؟ تمام بلخها؟ یعنی همه شون؟ بلخ تو چی کار کردی؟ میخوای مزرعه‌مون رو نابود کنی؟ ای وای، ای داد، بابا سوسکی، بابا سوسکی. ملخ که از عاقبت اتفاقی که قرار بود بیفته خبر نداشت، با تعجب به بابا سوسکی و دوستاش که داشتن مشورت می کردن نگاه می کرد. درسته بابا جانا، همینطوره که میگی. اصلا من نمی فهمم بلخ با چه عقل این همه بلخ گرسنه رو به سمت مزرعه‌مون راه انداخته. من فکر میکنم خودشم نمیدونه نتیجه این مهمونی بزرگ چی میتونه باشه، چون اون از وقتی به دنیا اومده تو مزرعه ماست و هیچ وقت توی یه گروه بزرگ ملخ عضو نبوده، فقط یه چیزهایی شنیده. چرا اینقدر بزرگش میکنی؟ خب بیا چند روز رو میرن دیگه، اصلا مسئله اینقدر نگران کننده نیست. من اون 1000 تا بلخ دیگر رو نمیشناسم، ولی اون 70-80 تایی که فامیل من هست خیلی باحالن. 1000 تا؟ ملخ جان، این تعداد ملخ در 2 ساعت کل مزرعه رو میجوند، اصلا احتیاج به چند روز اقامت نیست. ها؟ حق با تو مورچه جان، اونا به راحتی میتونن
اکوسیستم مزرعه رو از بین ببرن. اکوسیستم؟ اکوپوسته؟ اکو چی؟ اکوسیستم بابا جان، اکوسیستم باید پشت سر هم بگی، اکوسیستم. حالا این اکوسیستم کجای مزرعه هست که ممکنه نابود بشه؟ همه جای مزرعه، همه جای این دشت، حتی دورتر، همه جای جنگلا و صحراها و بیابونا و رودها و دریاها و اقیانوسها و روستاها و شهرها و تو همه کره زمین. من که نفهمیدم. راستش منم خیلی چیزی دستگیرم نشد. الان توضیح میدم. ببینید بابا جانا، هر جای روی کره زمین میتونه یک اکوسیستم داشته باشه. به همه موجودات زنده و عوامل غیر زنده یک محل و همه اتفاقاتی که در جریان طبیعی زندگی در اونجا میفته میگن اکوسیستم. عوامل غیر زنده چیه؟ یعنی چی که هر اتفاقی که اونجا به صورت طبیعی بیفته؟ من که دوباره نفهمیدم، فقط موجودات زندهش رو فهمیدم. بابا سوشکی، خب بیشتر توضیح بدید، اینطوری که نشد. آروم باشین، چرا همه با هم سوال میپرسید؟ یکی یکی بابا جانا. خب تو چی پرسیدی زنبور جان؟ من عوامل غیر زنده رو نفهمیدم یعنی چی؟ عوامل غیر زنده چیزایی مثل خاک، آب، هوا و نور خورشید. با اینکه خودشون زنده نیستن ولی باعث ادامه زندگی برای موجودات داخل یک اکوسیستم میشن. مورچه جان تو بگو. شما گفتین اتفاقایی که به صورت طبیعی تو یک اکوسیستم بیفتم جزی از اکوسیستمه. من نفهمیدم مثل چی؟ سوال خوبی بود بابا. یعنی تمام حشرات و حیواناتی که در یک اکوسیستم به دنیا میان و شکار میشن و یا از بین میرن هم جزء جریان اون اکوسیستم هستن. مثلا در اکوسیستم مزرعه ما دیروز تعدادی حشره به دنیا اومدن، تعدادی گیاه جوونه زدن، بعضی از گیاه هم خوش شدن و چند تا حشره هم ممکنه توسط جانوران یا حشرات دیگه شکار شده باشن. به اینا میگن اتفاقات طبیعی یک اکوسیستم. این شبنمای روی برگ رو بخوری تا نفستون بالا بیاد. دست در نکنه ملخ جان. آره بابا جانا، این طوریه که هر اکوسیستم یک نظم و اتفاقای مخصوص خودش رو داره که به اون میگن چرخه اکوسیستم. مثلا اکوسیستم دریا با اکوسیستم جنگل فرق داره. چرا؟ چون موجودات زنده اون دو محل و عوامل غیر زندهش با هم فرق دارن. ها، کم کم دارم متوجه میشم. پس الان مزرعه ما هم یک اکوسیستم مخصوص خودش رو داره. دقیقا همینطوره. و اگه یک عاملی که متعلق به اکوسیستم مزرعه ما نیست وارد اون بشه و باعث آسیب رسیدن به موجودات و تغییر عوامل غیر زنده اون بشه، اون اکوسیستم ممکنه نابود بشه. ولی چطور ملخ‌ها میتونن به اکوسیستم ما آسیب بزنن؟ فوقش همه ذرت ها و گیاهای ما رو میخورن دیگه. ربطش اینه که اگه اونا همه غذای ما رو بجون و بخورن، ممکنه بقیه حشراتی که در اکوسیستم مزرعه هستن گرسنه بمونن و چون اونا خیلی زیادن و سریع همه چی رو میخورن، منابع غذای ما کم بشه و تا رشد دوباره گیاهان حشرات کوچیکتر و ضعیفتر از بین برن. فهمیدی جناب ملخ؟ و با کم شدن تعداد حشرات مفید آفت‌ها زیاد میشن و بقیه گیاه‌های باقی مونده رو از بین میبرن و حتی جانورایی که حشرات خوراکشون هستن هم در اثر کم شدن تعداد حشرات آسیب میبینن. این یک چرخه است، یک زنجیره طولانی که هر کدوم از اتفاقاتش میتونه روی بقیه هم تأثیر بذاره.
همش تقصیر این عادت زشت ملخ هاست که گله‌ای به یک دو سفر میکنن. واقعا شرمندم. براشون پیغام میفرستم که اونطوری نیاد. ما فقط پذیرای تعداد کمیشون هستیم. خوبه؟ اینطوری بهتره بابا جان. من خیلی حرف زدم، گلوم درد گرفت، فعلا میرم کمی استراحت کنم بابا جانا. میگم بابا سوسکی، پس یعنی اکوسیستم های کوچولو خودشون جزو اکوسیستم های بزرگتر هستن. مثلا اکوسیستم مزرعه سبز جزوی از اکوسیستم دشت، درسته؟ یا اینکه حواست کجاست موچه؟ بابا سوسکی رفت. چرا رفت؟ من هنوز سوال داشتم. وای اینجا رو ببینید، میخواستم روی این سنگ بشینم، از جاش برگشت. ببینید چه اکوسیستم جالبی داره، زیرش هم خزه هست، همین حشره های کوچولوی رنگی، همین قارچ های فیگیلی، مثل یک تابلو نقاشی. از دست تو هزار با، همه چی رو مثل تابلو نقاشی میبینی. از دست تو. تهیه شده در پرژن بی ام اس.